ابهامات و ایرادات حقوقی در پرونده خانه اصفهان نشان می‌دهد این پرونده سرشار از تناقض و ابهام است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. حکم اعدام مجید صالحی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که در جریان خیزش سراسری بازداشت شدند، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در این برنامه دیدگاه همراه با معین خزائلی، حقوقدان از سوئد، ابهامات و ایرادات حقوقی در پرونده این سه معترض محکوم به اعدام را بررسی می‌کنیم. آقای خزائلی، ابهامات و ایرادات حقوقی خیلی زیادی در پرونده موسوم خانه اصفهان مطرح شده. ابتدا لطفاً درباره این ایرادات و ابهامات برمون توضیح بدید. درود بر شما و شنوندگانتون. پرونده خانه اصفهان و جزئیاتش به شدت همینطور که شما هم گفتید دچار ابهامات بسیار فراوانی هست، به نحوی که اساساً هم رأی بدوی صادره و هم تاییدش در دیوان رو با اختلال جدی روبرو کرده و سوالات بسیار زیادی رو در ذهن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری به وجود آورده که چرا با وجود این همه ایراد و نقص در پرونده چنین رأی صادر شده و چنین تاییدی هم از سوی دیوان گرفته شده. ایرادات پرونده هم ایرادات شکلی است، یعنی هم قواعد دادرسی و اصول دادرسی در اون به هیچ وجه رعایت نشده و هم ایرادات ماهوی است، به این معنی که شواهد پرونده دچار نقص بسیار زیادی است. دلایلی که رأی صادره بر اساس اون صادر شده دلایل باطل و واهی هست، به نحوی که اساساً به طور کلی انتصاب اتهام به متهمان رو با تردید جدی روبرو میکنه. علاوه بر اینها پرونده دچار یک ایراد اساسی ماهوی هست در بحث اتهام انتصابی، به نحوی که اساسا میشه گفت اتهام محاربه با تردید جدی روبرو هست. آقای خزائلی، اتهام سه نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن محاربه عنوان شده. دادگاه برای اثبات این اتهام اونها به چه مواردی استناد کرده و اینکه این مصداق‌ها چقدر از جنبه حقوقی درست بودن؟ بله، همطور که شما هم فرمودید، این اتهام انتصابی علیه سه متهم این پرونده اتهام محاربه و مباشرت در محاربه هست. ما میدونیم که در بحث محاربه آنچه که بسیار مهمه بحث کشیدن سلاح و استفاده از سلاح در راستای ایجاد ناامنی است. مسئله اینجاست که هیچ یک از عناصر موجود در اتهام محاربه در پرونده اثبات نشده، یعنی مهمترین اونها بحث استفاده از سلاح. هیچ یک از متهمان اساسا نپذیرفتند که از سلاح استفاده کردند. اعترافاتی که متهمان علیه یکدیگر کردند نشون میده که استفاده از سلاح رو به طور کامل انکار کردن. یعنی صالح میرهاشمی بر علیه مجید کاظمی اعلام میکنه که او هرگز ندیده که مجید کاظمی از اسلحه استفاده کنه، برعکسشان همینطور هست. تنها جایی که اشاره میشه به حضور اسلحه اونجایی هست که مجید کاظمی بر اثر فشارهای بسیار زیاد و ساعتها شکنجه اعلام میکنه که در برابر خانه اصفهان تیراندازی هوایی کرده و حالا مشخص هم نیست از با استفاده از کدام اسلحه. نکته بسیار مهم این هست که در مورد صالح میرهاشمی که دو فقره حکم اعدام صادر شده، یک فقرش معطوف به بحث محاربه هست، یعنی استفاده از سلاح. نکته مهم اینجاست که سلاحی که ضابطان قضایی ادعا میکنن صالح میرهاشمی در پرونده در جریان وقایع از اون استفاده کرده و به سوی ماموران تیراندازی کرده هرگز کشف نشده. در قرار نهایی صادره از سوی شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب اصفهان به صراحت این مسئله ذکر شده که اسلحه‌ای که صالح میرهاشمی ادعا میشه با اون تیراندازی کرده هرگز پیدا نشده. و جالب اینجاست که عدم پیدا شدن اسلحه رو هم باز تقصیرش رو بر گردن صالح میرهاشمی انداختن، یعنی به هیچ وجه این رو لحاظ نکردن که در بحث محاربه از اونجایی که استفاده از سلاح شرطه تلاش بکنند و اثبات و استفاده از سلاح رو توسط متهمان اثبات بکنند. در مورد متهم ردیف دوم و سوم مجید کاظمی و سعید یعقوبی هم نکته اینجاست که ما اگرچه دو اسلحه در صحنه درگیری توسط ماموران کشف شده، اما در پرونده هیچ اشاره‌ای به این نشده که اولا گلوله‌هایی که در بدن مقتول‌ها پیدا شده
از این اسلحه ها شلیک شده. و نکته دوم این که هیچ اشاره‌ای به بحث اثر انگشت موجود بر روی اسلحه کلاشینکوف و کلتی که در صحنه کشف شده نشده و مستند رأی دادگاه برای اینکه اثبات بکنه این افراد از اسلحه استفاده کردن صرفاً اعترافات اجباری متهمان نزد ضابط قضایی و نه حتی نزد بازپرس و شهادت شاهدان هست که اونجا یک تیراندازی اتفاق افتاده. خب شما در صحبتاتون اشاره کردید که قوه قضایی بازداشت و صدور حکم اعدام این افراد رو در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات آبان 1401 محله خانسوان عنوان کرده، اما اونها حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی همین اتهام رو نپذیرفتن. برای نجات اونها از این حکم غیر قابل بازگشت همین کافی نبود؟ دقیقاً یکی از بزرگترین ابهامات پرونده هم همین هست. در خود گردش کار دادگاه و در دادنامه به صراحت ذکر شده که متهمان در مقابل بازپرس، در اولین ملاقات با بازپرس یعنی مقام قضایی، صراحتاً اون چه که به عنوان اعتراف نزد ضابط قضایی عنوان کردن رو تکذیب کردن و اظهار جدیدی بیان کردن. بر اساس قانون موظف هست مقام قضایی در زمانی که متهم اعترافات نزد ضابط رو انکار میکنه و اعلام میکنه که اونها تحت فشار عقص شده، موظف هست که تحقیقات مقدماتی رو دوباره انجام بده. ضمن اینکه اساسا بر اساس تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی اقرار تنها در صورتی معتبر هست و اعتبار شرعی داره که نزد قاضی اتفاق بیفته. نکته مهمتر این هست که در جای جای پرونده استناد به اعترافات اجباری متهمان نزد ضابط قضایی علیه یکدیگر شده، یعنی متهمان حتی علیه خودشون هم اعترافی نزد ضابط نداشتند و علیه یکدیگر این اعترافات رو عنوان کردن. این در حالیه که اعتراف اجباری عقص شده از متهمان یک پرونده علیه یکدیگر نه از منظر حقوقی، نه شرعی و نه قانونی دلیلی برای اثبات ارتکاب جرم نیست. ما در سال در شهریور 1388 علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً این مسئله رو عنوان میکنه که اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر حجت شرعی نداره. ما در ماده 164 قانون مجازات اسلامی هم داریم اونجایی که بحث اقرار رو مطرح میکنه، اقرار رو اعتراف افراد علیه خودشون تعریف میکنه. در نتیجه روشن هست که نمیشه به قانوناً و هم از منظر شرعی اعترافات اجباری متهمان یک پرونده مشترک علیه یکدیگر رو به عنوان دلیلی برای صدور رأی قرار داد. آقای خزائلی، گفته شده که در دادنامه صادر شده توسط دیوان اومده که در صورتی که متهمان پرونده از خانواده‌های نیروی نظامی کشته شده رضایت بگیرن اعدام نمیشن. این مسئله چقدر صحت داره؟ بله، در رأی اکثریتی که شعبه نهم دیوان عالی کشور در این پرونده صادر کرده به صراحت ذکر شده که اگرچه اتهام متهمان محاربه ذکر شده که خب هم این هم خودش جای سوال داره که تلاش شده از همون ابتدا اتهام رو به گونه‌ای منتسب کنن که خیلی راحت‌تر امکان صدور و اجرای مجازات اعدام وجود داشته، اما در این حال دیوان عالی کشور به نقش گذشت اولیای دم و رضایت اولیای دم در لغو مجازات اعدام صادره به صراحت اشاره کرده و اعلام کرده که این امکان وجود داره که در صورت رضایت اولیای دم مقتولان، یعنی سه مقتولی که در این پرونده موجود هست، سه مأمور جان باخته، امکان لغو مجازات اعدام وجود داره. در گزارش کار دادگاه هم اشاره شده که از سه مأموری که کشته شدند و جان باختند فقط اولیای دم یکی از اونها تقاضای قصاص کرده، برادر یکی از بسیجیان جان باخته که خود اون فرد فرمانده پایگاه بسیج هم هست و اولیای دم دیگه هرگز درخواست قصاص نداشتن. خب این نشون میده که اولا از منظر دیوان عالی کشور هم دلیل صدور رأی اعدام در حقیقت اتهام قتل عمد هست، با وجودی که خود قتل عمد اساسا در پرونده اثبات نشده. نکته اول. نکته دوم اینجاست که خب این شرایط رو ایجاد کرده که در صورت رضایت اولیای دم بشه مجازات اعدام رو لغو کرد. این که در عمل چقدر این اتفاق بیفته واقعا مشخص نیست. امید بر این هست که واقعا بشه این کار رو و این شناسایی که در رأی دیوان صورت گرفته در عمل انجام داد.
آقای خزائری، عفو بین الملل هم در بیانیه ای از وضعیت این سه معترض به شدت ابراز نگرانی کرده و نوشته که اونها از هنگام بازداشت تا به الان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. این مسئله که افراد بازداشت شده بر خلاف قانون از حق انتخاب وکیل محروم بودند از کجا ناشی میشه؟ بله، همونطور که پیشتر هم عرض کردم، علاوه بر ایرادات ماهوی که راجبشون صحبت کردم در پرونده، ما با ایرادات شکلی هم روبرو هستیم و مهمتر از اون همین بحث عدم دسترسی متهمان به وکیل تعیینی در پرونده است. بر اساس اطلاعات موثقی که وجود داره، به ویژه گروه مشاوران حقوقی دادبانی اطلاعات رو کسب کرده، این هست که متهمان پرونده تا زمان جلسه پایانی دادگاه به هیچ وجه به وکیل تعیینی خودشون دسترسی نداشتن و تنها در جلسه پایانی دادگاه، یعنی در جلسه‌ای که در حقیقت قرار بوده قضات به رأی نهایی خودشون برسن و برن برای صدور رأی، تنها اون زمان بوده که دادگاه موافقت کرده که وکلای تعیینی در پرونده ورود بکنن. مسئله اینجاست که بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، محدودیت حضور وکیل تعیینی در پرونده های امنیتی تنها معطوف به مرحله مقدماتی، یعنی در مرحله دادسرا هست. اما ما در این پرونده شاهد هستیم که دادگاه این محدودیت رو تا جلسه پایانی برگزاری دادگاه ادامه داده و به صورت کاملا غیر قانونی اجازه نداده که متهمان به وکیل تعیینی خودشون دسترسی پیدا بکنن. خب این یکی از ایرادات شکلی اساسی پرونده است که باید از سوی دیوان عالی کشور مورد توجه قرار می گرفت و بر اساس اون رأی صادره بعدی رو نقض می کرد، که متاسفانه ما شاهد این هستیم که دیوان فرجام خواهی متهمان رو رد کرده و حکم بعدی رو تایید کرده. سپاسگزارم از شما معین خزائلی، حقوقدان از سوئد. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و رضا اکبانیان، تهیه کننده این برنامه، از شما سپاسگزارم.